کشیدن ممنوع است. ولی انداختن آزاد است. میتونه ناز بیاره. یک جوب بلیست. جوب شد بکنه. دعا میکنیم. خداوند پدر آسمانی، خدای بزرگ، خدای مهربان، خدای بخشنده، خالق عالم و خدای محبت، شکرگزارت هستم خداوند که امروز باز هم فرصت دارم با جمع از برادران و خواهران خود خداوند در اینجا جمع هستم و خداوند هم ما با هم جمع هستیم و فرصت از این را داریم تا خداوند یک بار دیگر در حضور قدوس تو آمده خداوند و خداوند سرودهای شادی که خداوند تهیه شده بسرانیم خداوند و دعا بکنیم خداوند و با هم دیگر مشارکت داشته باشیم، تشویق کنیم هم دیگر را و از کلامت هم بشنیم و خداوند همه چیز به خاطر جلال نام پر جلال تو است خداوند. پس امروز خداوند سرودهای ما را، دعاهای ما را خداوند و هر کاری که در اینجا میکنیم خداوند به خاطر جلال نامت قبول بکن خداوند و ما را برکت. آمین. تشکر خداوند و مرا هم کمک کن تا بتانم خداوند کلامت را مطابق به آن چیزی که در داخل این کتاب نوشته است خداوند را بیان بکنم و نه چیز زیاد را نکنم. آمین. آمین. امروز درباره ایمان مسیحی صحبت میکنیم، درک ماهیت و اصالت ایمان مسیحی، ماهیت یا نیچر ایمان مسیحی و اصالت یعنی اصل ایمان مسیحی ما از کجا است و درباره این صحبت میکنیم. بسیاری از ایماندارای هستن وجود دارن، خصوصا وقتی ما در هند بودم و دوستان را می‌دیدم، کسایی که از یک بک‌گراند یا پیشینه یا دیگر مثلا اسلام می‌آمدن مسیحی می‌شدن، مسیحی بودن، غسل تعمید گرفته بودن، ولی درک درست از ایمان خود نداشتن. و بسیار مهم است که هر ایماندار درک کنه که ماهیت ایمان ما و اصالتش از کجا هست و از کجا ایمان ما سرچشمه میگیره و در کی ریشه داره ایمان ما و اصلا ایمان چی هست و از کجا هست و ما اون از کجا حاصل کردیم، ما به دست آوردیم یا تحفه از جانب خداوند است. و بعضی از کسانی را که من در هند دیدم، اونا به خاطر ترس که از جهنم و از لعنت خداوند داشتن آمده بودن ایمان آوردن و باور داشتن اگر به خدا ایمان داشته باشی از آتش دوزخ و از لعنت‌های خداوند که در این دنیا وجود داره شما میتونید که محافظت شد. و یعنی ترس از جهنم باعث این بود که شده بود که دوستای ما به خداوند باور داشته یا اینکه زندگی باید پر از برکت باشه و نشه که به خداوند ایمان نداشته باشیم و یک لعنت خداوند بفرسته و زندگی مرا تباه کنه. و یعنی آیا ما و شما باید به خاطر ترسی که از جهنم داریم یا ترس از اینکه خداوند در زندگی ما یک مشکل را میاره یا یک لعنت را میاره یا خداوند یک
مشکل بزرگی را در سر راه ما قرار میده. اگر ما به او ایمان نداشته باشیم، ما در ابو ایمان از خداوند اطاعت نکنیم. به این خاطر، به این هدف، به این منظور باید به خداوند ما عیسی مسیح ایمان داشته باشیم. به خاطر آتش دوزخ و آیا می ترس باید از این شد که ایمان ما در عیسی مسیح استوار باشه و باقی باند؟ یعنی به خاطر ترس باید به عیسی مسیح ایمان داشت. خوب حاله ما عیسی مسیح وقتی میگیم هدف ما خداوند است و خداوند فقط وقتی ما خداوند میگیم منظور ما عیسی مسیح است. توجه هستین؟ خب در اینجا من اگه آیه را میخونم از رومیان فصل 3 آیه 16 آیه 16 17 و 18 آیه ماست کلام تفسیری میخوانم. آیه 16 زیرا خدا به قدر مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای این که مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کسانی که به او ایمان بیارند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از هم اکنون محکومند. آمین. 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 خب وقتی من ای آیه را میخوانم و با گذشته خود که مسیحی نبودم فکر میکنم، میبینم که کاملا باور ما به خدا قبل از اینکه عیسی مسیح خدای زنده و حقیقی است را بشناسم و به عیسی مسیح ایمان بیارم، باور ما به خدا کاملا غلط بوده، کاملا اشتباه بوده. به خاطر چی؟ به خاطر که من فقط به خاطر ترس از جهنم و ترس از آتش دوزخ و ترس از عذاب الهی و خدا باور داشتم و من به این باور بودم که اگر به خدا من ایمان نداشته باشم، اول اینکه سرنوشت من معلوم است، به دوزخ میرم، به آتش دوزخ میرم و میفتم، و دومی که در زندگی هم خداوند با من قهر میباشد و در زندگی خود ما برکتای خداوند را تجربه نمی کنم و خداوند برای من مشکل خلق می کنم. در ایمان قبلی که من داشتم فقط ترس باعث ازی شده بود که من خدا را بشناسم و از او خدا اطاعت بکنم. متوجه هستی؟ بخش دیگهش، پهلوی دیگهشی است و به خاطر او بهشتی که برای من وعده داده شده بود ما حاضر بودم هر کار را انجام بدم. قسمی که امروز ما و شما میبینیم مردم به خاطر او بهشتی که برایشان وعده داده شده هر کاری که از دستشان میاد انجام میدن فقط به خاطر اینکه برن به بهشت، ولی حقیقت این است که اونا نمیخوان که به دوزخ برن. از ترس دوزخ و از شوق بهشت امروز ما در دنیا میبینیم زندگی کردن هم بسیار مشکل شده. ولی ایمانی که ما به عیسی مسیح داریم در این آیه 16 وقتی که میخوانه میگه زیرا خدا به قدر مردم جهان را دوست دارد، میبینیم که ماهیت ایمانی که نسبت به عیسی مسیح است، اصالت و اصلیت ایمان، ریشه که ایمان داره او در محبت خداست. آمین. وقتی محبت خدا را میبینی و درک میکنی، وقتی ایمان مسیحی را میخونی و میبینی و میشنوی و تجربه میکنی که از محبت خدا ریشه گرفته، دیگه جای ترس وجود نمی داشته. پس در اینجا ما و شما جای ترس را چی میگیره؟ ترس حقیقی که به معنای احترام است. ما از احترامی که نسبت به خدا داریم میگیم و به خدا رو میاریم و از خدا اطاعت میکنیم. احترام، نه ترسی که بترسیم، نه او رعب و وحشتی که در قلب ما باشه که گشتون های بزرگ است و میاین ما را میخورن، بعد از بین میرین دوباره پس تن سالم در اونجا گذاشته میشین، بعد باز اونا ما را میخورن و همین زندگی صدا ما پیدا میکنن تا آخر. متوجه هستین؟ نه خیر، گشتون منظور مقرب است. گشتون مقرب است. خب پس ما دیدیم که اصلیت و ماهیت ایمان مسیحی که امروز ما امو ایمان در ما هست محبت خداست و این ایمان از محبت خدا
سرچشمه گرفته و ریشه گرفته که خداوند یگانه فرزند خود عیسی مسیح را فرستاده تا هر کی به او ایمان بیاره بدون ترس چی میشه؟ نجات پیدا کنه و دیگه هلاکت و محکومیت در کار نیست. پس از چی بترسی؟ توجه هستین؟ پس وقتی ما محبت خدا را در زندگی خود تجربه میکنیم و او زمان است که ما واقعا قلب خود را باز میکنیم و خداوند ما میگیم خداوند بیا و قلب ما را تسخیر کن و بعد از اون ما میتونیم خدا را واقعا از ته دل بپرستیم بدون هیچ نوع ترس، فقط به خاطر محبتش، چون ما محبت از او را چشیدیم و دیدیم و که محبت خدا بسیار شیرین است. توجه هستیم؟ پس نه به خاطر لعنت و ترس از جهنم، ترس از جهنم، ترس از مشکلات، ترس از اینکه چی حالت به سر من خواهد آمد اگر من از خدا روی بگردانم. نه خیر، خداوند میگه ای کسی که تو از من رو گشتاندی، ای کسی که تو همه زندگیت برخلاف اصول من سپری کردی، ای کسی که تو کاملا گناهکار هستی و در گناه به سر میبری، بیا به نزد من تو را دوست دارم. متوجه هستیم؟ در گذشته اگر ما کمی گناه از ما سر میزد میترسیدیم یا عاقبت این گناه چی میشه، چی کار باید بکنیم که از شر این گناه آزاد شیم، که با محکومیت که این گناه داره با او روبرو نشیم. ولی امروز ما و شما مثل ما گناهکار کلان بزرگ میاد در حضور عیسی مسیح و میبینه که نه، خدا محبت است. درک میکنه ماهیت از ایمان را که نسبت به عیسی مسیح داره که ریشه از او در محبت خداست و این سرچشمه میگیره از کجا؟ از محبت خدا. و خداوند با واسطه یگانه فرزند خود عیسی مسیح که او را فرستاده به دنیا و تا که هر که به او ایمان آورد همه ما شما را چی میکنه؟ نجات میده. خب یک موضوع، پس ترس، ما دیگه ترس نداریم. اگر ترسی هم در کار است، منظورم از معنای لغویش است، او به معنای احترام باید باشه. ما هیچگاه از ترس پدر را خدمت نمی کنیم، پدر را عزت نمی دیم، ما پدر را احترام نمی کنیم، محبت نمی کنیم از ترس. نخیر، ما از محبتی که نسبت به پدر خود داریم، از احترامی که نسبت به پدر خود داریم، پدر خود را احترام می کنیم، محبت می کنیم، خدمت می کنیم. و خداوند میگه من پدر آسمانی شما هستم. پس شما ترس نداشته باشید. او احترامی که ضرور است بین یک فرزند و پدر در بین ما باید موجود باشه و شما به خاطر او احترامی که دارین و ما عزت قائل باشید و مرا پدر آسمانی خود. پس ترس در کار نیست. خب جهنم حقیقت دارد؟ بله. بهشت حقیقت دارد؟ بله. ولی ما از ترس جهنم، از ترس جهنم هیچگاه به خاطر ترس از جهنم به عیسی مسیح ما نیاوریم. چرا؟ وقتی که ما گناهکار بودیم و به نزد عیسی مسیح رفتیم، عیسی مسیح گفت آغوش من باز است، بیاید در آغوش من و ما شما گناهکارا را به خاطر شما جان خود را بر سر صلیب فدا کردیم و قیمت گناه شما را پرداختیم. خب دوم، بعضی از دوستایی که من در هند دیدم، چون من در هند بودم، مثال‌های من از هند است، اونا بعضی از مذاهب و ادیانی که در دنیا وجود داره بسیار خشونت در اون مذاهب و ادیان وجود داره، بکش و بزن و قلم کن و سر بزن و نمی‌فهمم سنگسار کن و غیره و غیره، و خشونت‌های مختلف در ادیان و مذاهب مختلف در دنیا وجود داره و اونا تنگ آمده بودن از این هم از دیدن همین خشونت‌ها و اونا در صدد ازی بودن که یک بدیل و جایگزین امون دین و امون مذهب را که داشتن پیدا بکنن و فکر کردن خوب مسیحیت او راجع به محبت، تو اینجا محبت است، همگی خوب است، همگی محبت دارن، بیاین مسیحی بشن. فقط یک بدیل، یک جایگزین را پیدا کردن تا او دین را که از اون نفرت داشتن، چون خشونت را در دین دیده بودن، پیدا بکنن و او جاگزین و بدیل همچین مسیحی است. ولی قرار نیست که ما به خاطر خشونت ادیان و مذاهب دیگه بیاییم مسیح را قبول بکنیم. قرار است که
که ما درک بکنیم که ایمان ما نسبت به مسیح به خاطر چی؟ چی ضرورت داریم که ما به مسیح اصلا ایمان بیاریم؟ اگر ما ضرورت ایمان آوردن به عیسی مسیح را درک نکنیم، اصلا چی ضرور است که به عیسی مسیح ایمان بیاریم؟ خب دین ما، مذهب ما پر از خشونت بود، بیا به خدا زندگی کن. ولی ضرورت این که به مسیح ایمان بیاری چی است؟ پس متوجه هستیم هیچ گاه مسیحیت را ما نمیتونیم که بدیل یا جاوزین اون نفرت ما که نسبت به او دین و مذهبی که داشتیم که پر از خشونت بود بسازیم. خب دلیلش میتونه بشه که یک کسی خشونت را در دین و مذهب خود ببینه و بیاید به نزد عیسی مسیح، ولی درک بکنه ماهیت و اصالت ایمان خود نسبت به عیسی مسیح که ایمان ما به مسیح یعنی چی. و ما شما در رومیان فصل 3 آیه 23 تا 26 میخوانیم و در اینجا کلام خداوند برای ما ضرورت از این که ما احساس میکنیم به عیسی مسیح ایمان بیاریم چی است را برای ما تشریح میکنه. فصل 3 آیه 23 میگه زیرا همه گناه کردند. تویی که میبینی که دین ما پر از خشونت است، مذهب ما پر از خشونت بوده، اینا پرستن ما از اینا نفرت دارم، خودت هم گناه کرد، خودت هم در قطار و در صف امونا قرار گرفتی. تو باید خود را در صف و در قطار اونا قرار بدی تا ضرورت این که چرا مسیح جان خود را برای صلیب فدا کرد را درک بکنی. متوجه هستی ما؟ شما میگه همه گناه کردن و هیچ کس با آن کمال مطلوب و پرجلاله که خدا انتظار دارد نرسیده است. خیلی چی کنیم؟ همه ما گناه کردیم. اوی که میکشه، اوی که سنگسار میکنه، اوی که هر کاری از دستش میایه و میکنه با ما هیچ فرق نداره، همه ما گناه کردیم. پس راه حل چیست؟ راه حل اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، ضرورت چه باز ما شما را درک کردیم. خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. اوه خب اونا کارهای بد می کنند. خب کسی کار بد می کند، اسمش چیز؟ بدکار، گناهکار. اسم من چیز در آیه 23؟ گناهکار. خب گناهکار، گناهکار. رای حل چیست؟ مسیح. توجه هستیم؟ نه اینکه ما شما فکر کنیم که ما انسانهای خوب هستیم، کسایی که در دین و در مذهب سابقی ما بود اشخاص بد بودن، پر از خشونت بودن، ما آدمهای خوب بودیم، از اونا بیرون شدیم چون که ما خوب هستیم، یک چیز خوب را انتخاب کردیم. نه خیر، ما اصلا چیز خوبی نبودیم. ما خود ما گناهکار بودیم، بد بودیم. خدا خوب بود، خدا نیک بود و به خاطر خدا بود که ما و شما از فیض خدا با واسطه عیسی مسیح برحمت شد. پس بدیل و جایگزین ادیان و مذاهب پر از خشونت مسیحیت شده نمیتونه. باید درک بکنی که ایمان ما نسبت به عیسی مسیح فقط به خاطر گناه خودم است که من درک کردم که من گناهکار هستم و راه نجات را در خدای حقیقی که محبت از عیسی مسیح پیدا کردم. آمین. درستیم. و من اشتباه کرده بودم بعضی از ایمانهایی را که من در هندوستان دیدم مملو از احساسات و هیجانات. عیسی مسیح خداوند است، فرزند خدا. ها ها، فردا رفت موترش تصادم کرد. عیسی مسیح خدا نیست، اگر خدا میبود چرا موتر من داده تصادم میکرد؟ نمی کلیسا نمی، چرا مرا در صف اول نگذاشتی بشین؟ چرا اسمی مرا در دعا نگرفتی؟ یک روز ما شما پر از آتش هستیم، آتشی مسیح مسیح مسیح، و روز دوم از مسیح قلب، از مسیح دل سرد شده و در شکسته و از مسیح روی میگردن. نخیر، ایمان ما نباید پایه، ایمان ما نباید استوار بر احساسات هیجانات باشه، بلکه بر درک دقیق و عمیق، عمیق بر شناخت مسیح که مسیح کی است و مسیح برای ما چی کرد و ما کی هستیم. خدا شناسی و انسان شناسی. ما باید خدای خود را بشناسیم و ما باید درک بکنیم که ما کی هستیم.
برای شناخت خدا ضرور است که اگر انسان اول درک بکنه که ما کی هستیم، به می خاطر است، به همین منظور است که وقت ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، میگه اول اعتراف و توبه و بعد ایمان است. متوجه هستیم که ما میایم توبه میکنیم، که ما اعتراف میکنیم که ما کی هستیم. ما گناهکار هستیم و ما درک میکنیم اینه که ما من گناهکار به فیض خدا و بخشش مجانی خدا ضرورت دارم. و بعد میگیم در حضور خدا میگیم ای خدای محبت عیسی مسیح، تو خداوند و نجات دهنده هستی، مرا هم از فیض خود برمن بساز. آمین. پس بسیار در رومیان فصل 10 آیه 8 و 13 برای ما شما بسیار واضح بسازد که کسی که ایمان میاره، ایمان از او باید بنابر یا بر اساس هیجانات و احساسات نباشه. چی میگه رومیان فصل 10 آیه 8؟ پیشتر هم خوندیم. میگه زیرا نجاتی که از راه ایمان به مسیح به دست می آید به آسانی در دسترس هر یک از ما قرار دارد و به اندازه قلب و زبان خودمان به ما نزدیک است. خب درست، ما نیز درباره همین نجات موعظه میکنیم. خب چگونه میتونیم به مسیح ایمان بیاریم؟ از روی احساسات و هیجانات؟ نخیر، در واقع اگر انسان به زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد، وقت مسئله قلب مطرح میشه، یعنی باید انسان فکر کرده باشه، عمیقا باید گرفته باشه از مسیح که کی هست و مسیح بعد از او چی کرد و من چرا به مسیح ضرورت دارم. پس از قلب خود، از تای دل، از دل و جان، نه احساسات، نه هیجانات، بلکه از تای دل باید که اعتراف بکنیم که ما به عیسی مسیح ایمان داریم و ما ضرورت داریم به مسیح، یگانه نجات دهنده. ضرورت ما نسبت به مسیح چیست؟ مسیح محبت است و میخواهد ما را محبت بکند. پس هر انسان عاقل میخواهد محبت بشه. درست است؟ بسیار ساده. خدا میخواهد ما را محبت بکند. خدا میخواهد گناه ما را ببخشد. بخشش خداوند، فیض خداوند همیش در اختیار ما قرار داره. پس هر انسانی که عقل سالم دارد میخواهد محبت خدا برامن شد، میخواهد که از فیض خدا هم برامن شد. پس در اینجا ما شما میبینیم کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره اعتراف میکنه و وقتی در حضور دیگر اعتراف میکنیم همگی میشنون، اونا درک میکنن که شخص واقعا مسیر شناخته و در قلب خدا باید که ایمان داشته باشه، نه از احساسات و هیجانات. بعضی از دوستا هستن میرن مثلا در یک پارک، در یک جای، مثلا در یک بازار با کسی ده دقیقه صحبت میکنن و میگن خوب عیسی مسیح به خاطر تو جان خود را داد، عیسی تو میخوای به دوزخ بری؟ میگن نه خیر. تو میخوای خدا هم تو را ببخشه؟ بله. خوب خیلی تو مسیح شدی، بیاد دعا میکنی. متوجه هستیم؟ و شخص خود تو مسیح شدی، درست است، نمیخوای به دوزخ بری، میخوای خدا تو را محبت بکنه. خود درست است، خیلی خداوند تو را محبت میکنه، این فیض خداوند است و تو مسیح شدی. نخیر، شخص باید بشناسه و عیسی مسیح را که عیسی مسیح کی است و درک بکنه عیسی مسیح را. درک عیسی مسیح و درک ایمان ما نسبت به عیسی مسیح بسیار مهم است. و بعضی از دوستایی را که در هندوستان ندیدم، اونا به خاطر به مسیح ایمان آورده بودن، تا یک به خاطر مادیات، به خاطر اینکه یک نفع به اونا برسه، به خاطر فایده و نفع خود به عیسی مسیح ایمان آورده بودن. و ما نمیتونیم به خاطر فایده و نفع خود و به خاطر مادیات ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم. توجه هستیم؟ هدف ایمان آوردن به عیسی مسیح و دست آوردن پول و مقام و ثروت و جایداد و غیره و غیره و غیره نیست و نباید باشه. هدف ایمان مسیح هم چیزی را بر ما شما وعده نکرده که شما اگر مسیح شدین ما بر شما پول و ثروت و مقام و جایداد و شهرت و غیره و غیره و غیره به شما میده. عیسی مسیح هم چیزی را وعده نکرده. اگر ما شما در افسسیان بخونیم، افسسیان فصل 2، افسسیان فصل 2 آیه 8 و 9 و 10،
بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است. او از زمانهای دوردست و از زمانهای دوردست نقشه خدا این بوده که چی؟ که ما این زندگی جدید را که نجات یافتیم، که به مسیح ایمان آوردیم، را صرف خدمت به دیگران بدیم. پس ما شما دیدیم که وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و درباره بزرگترین حکم مسیحیت آگاهی پیدا میکنیم که محبت نسبت به خدا و محبت نسبت به انسان هاست، و وقتی که ما شما پیشتر میریم و در اول یوحنا، رساله اول یوحنا میخوانیم و خدا برای ما میگه که اگر تو نتونی که انسان را که هم نوت از محبت بکنی، چگونه میتونی خدای را که نمیبینی محبت بکنی؟ انسان را که میبینی و او دسترسی داری، اگر نتونی او را محبت بکنی، پس خدای را که نمیبینی چگونه میتونی محبت؟ پس متوجه هستیم ما شما که ما شما ایمان مسیحی ما پایه و اساس از این یا هدفش نبایدی باشه که ما از خداوند یا به واسطه ایمان مسیحی ما به یک هدف دنیایی، به یک هدف مادی برسیم. مقام، شهرت، شهوت، پول، سرمایه، جایداد، هر چیزی که باشه که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم تا یک چیزی را به دست بیارم. بله، همه نعمات و برکاتی که عیسی مسیح وعده کرده بر فرزنداش، خداوند بر ما شما میگه که آرزوی ما سعادتمندی شماست. پس وقتی که آرزوی خدا سعادتمندی ما باشه، از نعمات و برکات خداوند، چی نعمات و برکات روحانی باشه و چی نعمات و برکاتی که در زندگی روزمره است، ما از او بهره‌مند میشیم. ولی هدف ایمان ما نباید باشه، متوجه هستید؟ هدف ایمان ما به دست آوردن یک چیز نباشه خارج از جلال عیسی مسیح. آمین. متوجه هستید؟ و جلال عیسی مسیح، عیسی مسیح میگه شما این زندگی جدید را، نقشه خدا این است برای شما که صرف خدمت به دیگران بکنید. متوجه هستید؟ در جای دیگر در دوم تیموتائوس میگه که کلام خدا خوب است برای ای تا فرزندای خدا مجهز شوند خدمت بکنند. پس هدف زندگی ما شما است که انسان را محبت بکنید. از نظر ما بهترین خدمت و محبتی که ما به یک همنوع خود کرده میتونم، او خدمت و او محبت ای است که بر از او پیام عیسی مسیح را برسان. آمین. چی از طریق غذا دادن به او باشه، چی از طریق شستن لباسهایش باشه، چی از طریق هر نوع خدمتی که باشه که ما بتونم یا مستقیما کلام عیسی مسیح را به او شخص برسان. هیچ مشکل نداره اگر ما برای کسی غذا بتیم، پول نداره پول بتیم، و یا یک چیز دیگه ضرورت داره که ضرورت داشته باشه، بر از او بتیم و پیام عیسی مسیح را به اونا برسیم. توجه هستیم؟ ولی هدف ما این باشه که پیام عیسی مسیح به اونا برسیم. خب، مسئله دیگه که از انتقام و قضاوت است. بیشتر هم صحبت کردیم که بدیل و جاد. بعضی از ما و شما نه تنهایی که نفرت داریم از او ادیان و از او مذاهب قبلا در او بودیم، یکی نفرت داشتن است، میخواییم مسیحیت را بدیل از او بسازیم، بلکه ما میخواییم انتقام بگیریم و خشونت انتقام بگیریم و قضاوت بکنیم. متوجه هستیم؟ ما و شما میبینیم خصوصا در، چون انسان ها امروز با هم دیگر بسیار زیاد در ارتباط نیستن، همگی در فضای مجازی با هم دیگر در ارتباط هستن، در فیسبوک میبینیم که بیشتر از برادرها و خواهرای مسیحی هر آن چیزی که از دهانشان بیرون میشه درباره فکر کنین اسلام میگن، هر آن چیزی که باشه یک نوع از انتقام است، یک نوع از قضاوت است. درست هسته؟ ما به خاطر از این عیسی مسیح ما نهاردیم که درک کرده باشیم که اسلام راه خدا نبوده و مسیح خودش راه است، و چون اسلام راه خدا نیست و ما را فریب داده بود برای 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، و امروز ما آمدیم مسیح شدیم و بیاییم دیگه انتقام بگیریم و قضاوت بکنیم، حتی دشنام بدیم. متوجه هستیم؟
عیسی مسیح راهش ایران نبود. ما میتونیم صحبت بکنیم که این راه راه درست نیست، ولی بعد از انتقام و بعد از قضاوت ما نمیتونیم که هرچی از زبان ما بیرون شد بگوییم. عیسی مسیح بر ما شما در متا فصل 5 آیه 43 و 48 بسیار واضح گفته: من این امروز میخوانم ولی به یک نوع دیگر. عیسی مسیح چی گفته در اینجا؟ شنیده اید که میگویند، ما چند لغت اینجا جا به جا میکنم، شنیده اید که میگویند با دوستان خود دوست باش و با مسلمانان دشمن. اما من میگویم که مسلمان خود را دوست بدارید و هر مسلمان که شما را لعنت کند برای دعای برکت کنید، و مسلمان هایی که از شما نفرت دارند نیکی کنید، و برای مسلمان هایی که با شما ناسزا میگویند و شما را آزار میدن دعای خیر نمایید. یکی از پیشینه هندو آمده، برای هندوهایی که، برای سکه هایی که، هر چیزی که بوده، همین دشمن ما هر آن کسی که بر علیه ایمان ماست یا بر علیه خود ما شخص یک دشمنی با ما داره، خارج از ایمان. عیسی مسیح میگه با دشمنتان هر آن کسی که از شما محبت بکنید. پس اگر ما به جای محبت انتقام کنیم، انتقام بگیریم و قضاوت کنیم، مطمئن باشید که هیچ کسی قادر نخواهد بود که انجیل عیسی مسیح را بره و به دشمن خود شریک بسازد. اگر ما از یک بیاییم انتقام بگیریم، قضاوت کنیم، دشنام بدیم و بعد بریم که ما فرزندهای خدا هستیم، خدا محبت است، پیام خدا محبت است، در ما غیر از محبت چیز دیگری وجود نداره و ما آمدیم پیام محبت را به شما میرسانیم، میگه دو دقیقه قبل دشنام داری، هرچی از دانت آمد گفتی. در خب بر اونا، به هر کسی که ایمان دارن، به هر خدایی که ایمان دارن، برشان بسیار ارزش دارن. ما به جای که دشنام بدیم به اونا و حرفای بد بزنیم درباره اونا، میتونیم اونا را قناعت بدیم از راه درست. کار ما شما ای است که بریم و به اونا راجع به خدای محبت بگوییم، راجع به خدای بخشش بگوییم. و تنها پیام انجیل است که میتونه قلبهای از اونا را تغییر بده. تنها انجیل میتونه اونا را تغییر بده. خب و دو آخریش، کسایی را که در هند مدیدم، اونه من قضاوت نمی کنم، خودم هم یکی از اینا بودم، اونا به خاطر به مسیح روی آوردن که در گناه آزادی داشته باشه. و توجه هستین، در گناه آزادی داشته باشه. اوه، دین مکه بود، بسیار قید بود، اجازه نبود، اجازه او نبود، اجازه این کار نبود، اجازه اون کار نبود. خب حالا خارج شدم از این، میان مسیحی بشم تا اجازه همه چیز را داشته باشم. متوجه هستیم؟ یک بار یک همجنس باز در هندوستان آمد کلیسای ما و گفت من شما را بسیار دوست دارم. گفتم چرا؟ گفت ما و شما همه ما در یک صف قرار داریم. چی؟ مسلمان ها شما را بد میگن، ما را بد میگن. خب حرف درست است، ولی ما شما هم فکر نیستیم، نمیتونیم هم فکر باشیم و در یک صف هم قرار نداریم. چرا؟ چیزی که ما باور داریم با اون چیزی که شما باور دارید کاملا متفاوت است. متوجه هستیم؟ پس ما نمیتونیم که هر بیبندوباری و گناهی که در دنیا وجود داره انجام بدیم و فکر بکنیم کار ما از قید او دین و او مذهب آزاد شدیم و فعلا مسیحیستیم، هر کاری که دل ما میشه بکنیم. رومیان فصل 6 آیه 1 تا 8 بر ما شما بسیار واضح صحبت میکنه و میگه خوب اکنون چی باید کرد؟ آیا به زندگی گذشته و گناهالود خود ادامه دهیم؟ زندگی که می رفتی یک کار بر انجام می دادی و جزای او سنگسار بود و روز فکر کردی که از او دین رهایی پیدا کردم و آمدم مسیح شدم و کار بد خود ادامه بدم؟ زندگی که قبلا دزدی می کردی، پنجه ها یا دست بده می بریدن و امروز آمدیم مسیح شدی، فکر میکنی که من امروز دزدی بکنم دیگه مسیح هستم، آزاد هستم؟ زندگی که همه اون چیزایی که از آن خدا نیست که انجام میدادیم و در اون دین یک جزای بر از وجود داشت، امروز که مسیح شدیم فکر میکنیم که آیا بر از اون اجازه هست؟
ما انجام بدیم؟ میگه نه خیر. میگه آیا به زندگی گذشته و گناهالود خود ادامه دهیم تا خدا نیز لطف و بخشش بیشتر به ما نشان دهد؟ هرگز. مگر نمیدانید که وقت به مسیح ایمان آوردیم و غسل تعمید گرفتیم جزی از وجود پاک او شدیم و با مرگ و طبیعت گناهالود ما نیز مرد. پس حال که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه میتوانیم باز به زندگی گناهالود سابق خود ادامه دهیم؟ هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می‌داشت با او در آب تعمید دفن شد. و زمانی که خدای پدر با قدرت پرجلال خود مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم. بنابراین ما جزی از وجود مسیح شدیم. به عبارت دیگر، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم. و اکنون که او پس از مرگ زنده شده است، ما نیز در زندگی تازه و شریک هستیم و مانند او پس از مرگ زنده خواهیم شد. آن خواسته های پیشین و ناپاک ما با مسیح بر روی صلیب میخکوب شد. آن قسمت از وجود ما خواهان گناه بود در هم شکسته شد. به طوری که بدن ما قبلا اسیر گناه بود، اکنون دیگر در چنگال گناه نیست و از اسارت و بردگی گناه آزاد است. آمین. آمین. بعضی از مسلمان ها، ما سر کار ما همش با مسلمان هاست در فیسبوک و در فضای مجازی، شبکه های مجازی، و اونا اجتماعی اونا میگن که شما مسیحا به خاطر مسیح شدین که هر کار دلتان شما بکنید. من میگم نه خیر آقا، مسیح شدن آسان نیست. شما هر کاری که دلتان میشن میکنید، ولی برای ما بسیار سخت است و کارها را انجام بدید. به خاطر که ما درک کردیم و ما کاملا این را درک کردیم که گناهکار بودیم و با مرگ ابدی محکوم شدیم. به سبب چی؟ به سبب گناه خود، به سبب آن چیزهایی که از آن خدا نبود. و ما رفتیم به زیر پای مسیح افتادیم و گریه کردیم و ما از مسیح خواستیم، التماس کردیم که مسیح تو ما را ببخش. ما اعتراف میکنیم گناهکار هستیم، ما بیزار هستیم، پشیمان هستیم از کار کردیم و ما به تو ایمان داریم که تو میتونی ما را ببخشی. تو قیمت گناه ما را پرداختی. و وقتی که ما همه چیزا را با زبان خود اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم و توبه میکنیم و ندامت و پشیمانی نشان میدیم و در حضور مردم هم میایم شهادت میدیم و در هنگامی که غسل تعمید میگیریم، باز چگونه امکان داره که دوباره به طرف همون گناه بریم، به طرف همون کارهای بریم که از آن خدا نیست و به سبب همون گناه ها ما به مرگ ابدی محکوم شده؟ درست است، فیض مسیح وجود داره. هر لحظه که به حضور عیسی مسیح بریم ما را میبخشد. ولی ما که تجربه کردیم تلخی و بدی گناه را که به مثل زهر است، امروز چگونه میتونیم دوباره بریم باز دو زهر بنوشیم؟ این فرق مایی است. شما به خاطر ترسی که دارید، بدون اینکه تلخی او زهر کشنده را چشیده باشید، فکر میکنید گناه نکنیم که از گناه کرد، ولی همه اگه اون گناه میکنیم. ولی ما به خاطر که چشیدیم و دیدیم و تجربه کردیم دیگه به طرف هستیم. آره، یک بار اگر مرا مثلا چی شما برد میگین؟ برد بگیرد چی میگین شما؟ شارچ ها چیزه برد بگیرد و بار دوم نمیرم، دست نمیزنم. میگه مارگزیده از چی میترسه؟ ریسمون سیاست. ریسمون سیاست. از ریسمون سیاست میترسه. ما اون مار گناه را دیدیم و تجربه کردیم. بله، بعضی وقت اشتباه میکنیم، انسان هستیم، از گناه سر میزنه، ولی شور و شوق و علاقه و اون طرز و فکر و اون وقت از این را نداریم که در باره این فکر بکنیم گناه انجام. اگر میریم هم در این کوشش هستیم، در حضور مسیح هر روز دعا میکنیم که عیسی مسیح مرا بهتر و خوبتر و بهترتر بسازد. آمین. آمین. و در این کار روح القدس هم همراه ما شما است. هر روز ما را کمک کنه. پس ما در گناه آزادی و در بی‌بندوباری نمیخوایم زندگی بکنیم، بلکه زندگی ما زندگی است که تلخی گناه را چشیدیم و به طرف شیرینی خداوند روی آورد. و کسی که چیز شیرینه که خداوند است، او ذات خداوند او را چشیده باشه، هیچ وقت به چیزهای بد و چیزهایی که به انسان ضرر میرسانه روی نمیاره. پس ما و شما به خاطر ترس نه، بلکه به خاطر
ای که ما احترام داریم نسبت به خدا و ما محبت خدا را چشیدیم و دیدیم که ایمان ما ریشهش، اصلیتش و ماهیتش در خود خداوند است. این خدا خودش محبت است و اون خدا فرزند خدا فرستاده تا بیای و ما شما را نجات بده. ما این را درک کردیم و از اون محبتی که نسبت به خدا داریم و اون محبت رو ما از خدا گرفتیم و او را دوباره پس تجربه میکنیم، ما ایمان داریم به عیسی مسیح. نه به خاطر ترس. جهنم چیست؟ اصلا برای ما نیست جهنم. مسیح گفت نه، هر کسی میگه من میرم به جهنم، شاید برم شاید نرم. پس مسیح بر روی صلیب چی شد؟ مرد. باور نداری؟ گفت من به خاطر تو مردم. و چی گفت در آخر؟ گفت تمام شد. آمین. متوجه هستید؟ پس ما ترس نداریم. دوم، دین، مذهب، هر دین و مذهبی که داشتیم پر از خشونت است. خب ما چی؟ ما دعا میکنیم خوب شوند. چگونه میتونن خوب شوند؟ وقتی که ما بریم با اونا بگوییم راجع به خوبی خداوند. پر از خشونت است. مسیحیت دیگه بدیل از اون نشده. نخیر، من خودم گناهکار بودم، ضرورت داشتم. فهمیدید؟ من خودم گناهکار بودم و ضرورت داشتم. من به مرگ ابدی محکوم بودم. پس من نه به خاطر از اون خشونت دین و مذهب، بلی اون یک بهانه شد، ولی علت اصلی گناه است. او گناه اصلی که ما او را به ارث بردیم و گناهی که در زندگی ما انجام دادیم، این علت اصلی که ما به مرگ ابدی محکوم بودیم و خواستیم از محبت خدا بهره مند شویم. احساسات و هیجانات، ایمانی که پر از احساسات و هیجانات باشه، اینا ایمانی که پایش بر اساس احساسات و هیجانات استوار باشه، او ایمان، ایمان پایدار نیست. ایمان مسیح نیست بهتر است. چرا؟ ایمان مسیح چیزی که اعتراف اقرار میکنی در حضور همگی و همگی میبینند. و خدا هم به همگی هم عقل داده و هم استعداد از این که درک بکنن این شخص چی میگه. و او ایمان که از قلب بیرون میشه و باور داره و درک کرد. و منافع مادی، منافع مادی وجود نداره. لوقا فصل 9 میگه که شما حتی جانتان را هم صلیبتان را بردارید و مرا پیروی کنید. پدر و مادرتان را مرا بیشتر از پدر و مادرتان دوست داشته باشید. پس وقتی که حتی جان ما هم نسبت به مسیح هیچ از پول و مادیات چیست. توجه هستید؟ پس هدف ایمان ما، پای ایمان ما و چیزی که رو فکر میکنه مادیات نیست، بلکه خدمت است و تجهیز برای خدمت و انتقام قضاوت. چیزی که بد است ما بد میگیم. بد به معنای اینکه چیزی که حقیقت نداره. کسی میگه این خداست، میگیم خدا نیست. بسیار محترمانه برشان میگیم این خدا نیست. خدا نیست. چیزی که تو به او باور داری خدا نیست. راهی که تو در او میری، او راه به طرف خدا نمیره. چرا که او راه مسیح نیست و مسیح خودش راه است. ما حقیقت را برشان میگیم، ولی نه از طریق دشنام، نه از طریق خشونت، نه به خاطر انتقام و نه به خاطر قضاوت. بلکه ما شما کار ما باید محبت باشه، محبت با دشمن ما. و دیگری که ایمان ما در عیسی مسیح باعث از این نشه که ما فکر کنیم خب حالا دیگه آزاد هستیم، هر کار از دست ما میایه میکنیم. بلکه ما باید به این فکر باشیم از اون چیزی که ما در حقیقت آزادی یافتیم، اسلام نبود و گناه بود. از اون چیزی که ما در حقیقت آزادی یافتیم، او اسلام نبود و شیطان بود. او فقط یکی از پلانهای شیطان بود. شیطان بسیار پلانهای دیگه داره که در همه جا ریشه گسترانی در این پلانها و دسیسه های شیطان. یکی از او بود. ما در حقیقت از شر تمام پلانها و دسیسه های شیطان نجات پیدا کردیم. این یکیش بود. چرا به قدر ما مهم میسازیم یک دین را، یک مذهب را؟ ما شر از این رهایی یافتم. نه خیلی، چی هستی؟ این یکی از او هست. بعض وقت ما فکر میکنیم که این کتاب، شما گیتای هندوها رو خواندیم، بخوانیم و بعد اون رو مقایسه کنیم با قرآن. قرآن هیچ ارزش نداره در مقابل گیتای هندوها. شیطان همچون پلانهای بزرگ و بسیار سرمایه گذاری های بزرگی در ادیان دیگر انجام داده که ما و شما چون جمع از جمع از ادیان نبودیم معلومات نداریم. یا شاید داشته باشیم. اصلا او چی هست؟ متوجه هستید؟ ما نه تنها از این چیزه که خود بی‌معنا و بی‌ارزش، بلکه از تمام دسیسه ها و پلانهای شیطان رهایی پیدا کرده و آزاد شدیم. و از شر گناه.
پس ما دوباره به طرف از اینا میریم. ما نمیخوایم بمب رو، ما نمیخوایم مر و اقرب های چند کیلویی بخوره که گفتم. یا گرز بود چی بگیم میزرم. نمیخوایم تو سر ما چیزی بخوره. من میخوایم خدا بر سر من تاج جلال را بخوره. آمین، آمین، آمین. نه که با گرز بزنم. خب خداوند هم ما شما را برکت بده. و همین شش چیزی را که خواندیم و دربارش صحبت کردیم، یک درخواست دارم از همه خواهرا و برادرا، هر جایی که با یک خواهر و برادر ایماندار خود روبرو میشیم و میبینیم که ایمانش بر پای یکی از این شش چیز است، میشه که بسیار با محبت و احترامانه با اونا صحبت بکنیم و اونا راهنمایی بکنیم به طرف اون ایمان حقیقی مسیحی که در کتاب مقدس ذکر شده. یعنی اگر کسی به خاطر ترس، به خاطر بدیل دیگر دیان و مذایب که دارو خشونت وجود دارد، یا کسی ایمانش بر پایه احساسات و هیجانات است، یا به خاطر منافع مادی، یا به خاطر انتقام و قضاوت از کسی یا دینی یا مذهب، یا به خاطر از اینکه بتواند در گناه خود دست باز داشته باشد، اگر فکر میکنه که ایمان مسیح همی است، نگذارید که در اون را بره بود. بیاییم که ما شما دست از او را بگیریم و کمکش بکنیم و برش رو بگیم که ایمان مسیحی این نیست که تو فکر کنیم. توجه هستی؟ و اگر کسایی که هنوز مسیحی نشدن و از ما میپرسند که ایمان مسیحی چیست، ما باید برشان بگیم که این شش چیز ایمان مسیحی نیست. و مثل از این میشه بسیار چیزهای دیگه وجود داشته باشد. اتهامات زیاده که خصوصا به ما و شما مسیحیایی که از افغانستان، ایران هم کشورهای آسیایی هستیم میزنن. چند دلیلش بود. یک دعا میکنیم. خداوند شکرگزار هستم به خاطر از یک عیسی مسیح ما محبت را تجربه کردیم و عیسی مسیح چشیدیم و دیدیم. خودت محبت هستی عیسی مسیح و چون تو خدا هستی و تو خودت محبت هستی و ما تو را چشیدیم و ما تو را دیدیم. عیسی مسیح، عیسی مسیح تو خودت راه هستی و عیسی مسیح ما تو را تجربه کردیم. تو خودت نور هستی و ما توی نور در زندگی خود تجربه کردیم. و عیسی مسیح تو خودت فیض هستی و خودت بخشش هستی عیسی مسیح و ما تو را در زندگی خود تجربه کردیم. عیسی مسیح کمک ما که خداوند به واسطه روح پاکت خداوند که در ما ساکن است، که حضور داره در قلب‌های ما خداوند، که ما هر روز در ایمان خود بیشتر و زیادتر رشد بکنیم خداوند. تو خودت عیسی مسیح به واسطه روح پاکت و به واسطه هدایت کلامت خداوند ما را زمینه سازی بکن تا خداوند ما بتانیم بیشتر رشد کرده خداوند. و این رشد ما خداوند در قسمت خدمت و در قسمت محبت و در قسمت دستگیری دیگران و خداوند ابلاغ کلامت به دیگران خداوند هر روز بیشتر و زیادتر شد. خداوند تو کمک کن تا ما با همگی با در محبت زندگی بکنیم، در صلح زندگی بکنیم خداوند. و هر گاهی از ما کدام گناه و خطا و اشتباه سر میزنه عیسی مسیح، تو برای ما خداوند امور روح را بده که ما بیاییم در حضور تو بدون ترس ولی با احترام بیاییم و اقرار بکنیم که از ما گناه سر زده است. تو بخواهیم که نه تنها گناه ما را ببخشی بلکه ما را قدرت بدی تا دیگه به طرف امور گناه، امور خطا و اشتباه نریم. خداوند عیسی مسیح شکرگزارت هستم به خاطر همه برکتای بر کلیسای روح راستی خداوند که در حال گسترش است، در حال رشد است. خداوند شکرگزارت هستم خداوند به خاطر کشش کرامت، خداوند به خاطر خدمات شایان خداوند در این شهر کهرانتو به خاطر جلال نامت انجام میده و به خاطر تمام خواهرها و برادرهای که او را کمک میکنن، حمایت میکنن. خاطر هر خواهر و برادر که امروز در اینجا حاضر است، همه خوبی ها و زرق و برق دنیا و شیرینی های دنیا را گذاشتن آمدن، میگن بیاییم در اینجا با هم یک جا میباشیم، ما فامیل روحانی، خانواده روحانی مشارکت میکنیم و نام خدا را جلال میکنیم. و همه اینا را برکت بده، همراهشان باشه. هر کسی به هر چیز نیاز داره مطابق به خواست خود خداوند بده باشه. و خداوند هر کسی هر مشکلی داره خداوند تو مشکلاتشان حل کن مطابق به خواست تو حل شد. خداوند تو همراه همه ما باش و
از همه ما برای جلال نامت برای گسترش پادشاهیت استفاده بکن در نام پاک عیسی مسیح دعا کردیم. آمین.